بررسی رویدادهای هفته، برنامه‌ای از بیژن افتخاری. تجزیه و تحلیل رویدادهای هفته از نگاهی دیگر، ارمغانی از رادیو تلویزیون مانی. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم در یکی دیگر از برنامه‌های بررسی رویدادهای هفته. امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه سال 1399 برابر است با 2 فوریه سال 2021. دوستان عزیز، هفته گذشته من برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون کردم تحت عنوان اینکه آیا آمریکا به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هست یا خیر، و در اون به دلایل متعددی نتیجه‌گیری کردیم که آمریکا چنین قصدی نداره. ظرف 42 سال گذشته دولت‌های آمریکا همواره مراقب بودند که این نظام به مرحله‌ای که سقوط که میرسه به نوعی بهش کمک بکنن و اجازه ندن که این نظام عوض بشه. بنابراین این تصور که آقای نمیدونم اوباما با اینا ساخت ولی آقای با ترامپ نساخت و ترامپ میخواست اینا رو بندازه و از این جور صحبت ها که تو اون 4 سال هم دیدیم هیچ کاری نکرد، اینها دوستان عزیز بیشتر سر خود را گرم کردنه و ما رو به این مرحله میرسونه که بریم دنبال این که خب ایشالله اینا نظام میندازه. الان دیدی دعوا شد، حالا خوب یه نامه به بایدن بنویسیم بگیم آقا با این نسازی ها خیلی مراقب باشی ها، یا یه نامه به ترامپ بنویسیم بگیم آقای ترامپ این پولای اینا رو بگی بده به ما، ما مبارزه داریم میکنیم، یا صحبت های از اینا که دیدی فقط جز مسخره کردن خودمون هیچ نتیجه ندادیم. نتیجه بدترش این هستش که در داخل هم عده زیادی از مردم که در رنج و گرفتاری و بدبختی هستند و باید به فکر تغییر سرنوشت خودشون باشن چیکار میکنن؟ میگن صبر کن ببینیم حالا ترامپ چیکار میکنه، صبر کن ببینیم اسرائیل چیکار میکنه. نه آقا، اسرائیلیا خیلی با اینا بدن. مسائلی از این قبیل که دوستان درست مثل کسیه که منزلش آتش گرفته، به جای اینکه به فکر خاموش کردن آتش منزل باشه منتظر همسایه‌هاشه، و اونا هم بعضیشون وعده وعید هم میدن که آره آقا صبر کن الان ببین من شیلنگ رو پیدا کنم میام کمکت میکنم، با منتظر شیلنگم، شیلنگ پیدا بشه من کمکت میکنم. از اینجور موضوعاته که خب دوستان نتیجهش هم این هستش که همه ما داریم ببینیم در افق چیز خاصی نیست. دوست عزیزی در پای زیر این ویدیو نوشته بودن که خب آجو پس شما میگی که خلاصیم دیگه، ول کنیم بریم پی کارمون، و یکی دیگه هم گفته بود که خب آقا راه حل شما چیه، شما بگو چه باید کرد. این دوتا سوال یا دوتا پیشنهاد من رو به این نتیجه رسوند که امروز در مورد نظر خودم رو راجع به این که چه باید بکنیم تا از این مشکل بیرون بیایم به شما عرض بکنم. ببین دوستان، اول از همه همینجا باید خودمون روشن کنیم که فکر میکنیم براندازی نظام بستگی به اتحاد نیروهای سیاسی مخالف نظام در خارج از کشور داره یا نداره، و این وزنش چقدر. هیچ آدم عاقلی نمیگه که آقا نه نیروهای سیاسی مخالف نظام با هم اتحاد نکنم، خیلی خوبه، ولی وزنش چقدره، ارزشش چقدره؟ یعنی عوض کردن این نظام یا باید توسط بپذیریم که توسط نیروهای سیاسی انجام بشه که در نزد مردم پایگاه دارن، مردم به حرفشون گوش میدن و به حرفشون عمل میکنن، یا اینکه بپذیریم که نه آقا چنین اتفاقی بیفته هم نیروهای سیاسی خارج از کشور هم اگر دور هم جمع بشوند هم کار خاصی نمیتونن بکنن، بنابراین بی خود وقتمون رو روی این موضوع نذاریم. خب اگر اینه و اگر نیروهای سیاسی در داخل کشور در خارج از کشور
تلاشی هم بکنن این تلاش به نتیجه هم نخواهد رسید، یعنی اصلا تمام این مخالفین نظام در خارج از کشور دور هم جمع بشن و بعد که دور هم جمع شدن یک اتحاد عالی هم بکنن. خب این به کجا میرسه؟ یعنی نتیجهش چیه؟ فکر میکنید الان مردم داخل کشور تنها دلیلی که صداشون در نمیاد این هستش که نیروهای سیاسی خارج از کشور متحد نشدن؟ یا اینکه باید متوجه بشیم که نه آقا، ببین مردم داخل کشور به دلایل متعددی که دلایلش هم میتونیم با هم بررسی بکنیم هیچ توجهی به نیروهای سیاسی خارج از کشور ندارن. حالا ممکنه احتمال بدیم که امیدوارن به قول خودشون همونایی که اینا رو آوردن همونا هم اینا رو ببرن. بسیار خوب، میشه منتظر شد. فکر میکنه در طی این 42 سال چند ده میلیون ایرانی با این فکر و با این آرزو زندگی کرده و بعدم مرده رفته پی کارش؟ بنابراین میتونید حدس بزنید که شما هم جز اونا هایید، جز اونایی که یه عمر منتظر شدن با هر سختی و مشقتی یه جوری خودشونو کشیدن به این امید که فردا این نظام عوض بشه و این اتفاق نیفتاد. این میتونه شامل حال من و شما هم باشه. من دوستانی بودن در همین آمریکا، در همین ایالت کالیفرنیا که با امید و آرزو دنبال مبارزه علیه این نظام بودن و تمام تزشون هم این بود که خیلی خوبه اگر ماها دور هم جمع بشیم. حالا دیگه این که این 42 سال نشده، این که اصلا امکان نداره یکی که طرفدار پادشاهیه با یکی که طرفدار جمهوریه بخوان با هم متحد بشن. ممکنه بگیم آقا با هم هماهنگی بکنیم، اون یه حرفه، با هم هماهنگ باشیم اون یه حرفه، که اونم میدید هر دفعه شده رفتیم دنبال یه موضوعی باز توش یکی پرچم قرمز درآورده، یکی سبز درآورده، یکی آبی درآورده، یکی زرد درآورده، شرم شوروایی شده، ولی باز اون یه بحثه. بحث مهم اینه که آقا مبارزه علیه این نظام رو کی پیش میبره؟ آیا اتحاد نیروهایی که هیچ پشتوانه‌ای ندارن، هیچ امکاناتی هم ندارن، اون پیش میبره یا مردم ایران پیش میبرن؟ مبارزه در داخل باید توسط مردم انجام بشه یا در خارج توسط یه عده آدمی که حالا شانسی آوردن تو این رادیو تلویزیون ها اومدن و شناخته شدن، بعضی هاشون هم اصولا با طراحی جمهوری اسلامی آمدن جلو و شناخته شدن که راه رو به بیراهه ببرن؟ آیا باید منتظر اینا وایسیم که ایشالله اینا اتحاد میکنن؟ اتحاد کردنم نظام رو نمیدونم چجوری عوض میکنن، منی که در داخلم داره کمرم خورد میشه ایشالله راحت میشم، خوشبخت میشم. خب این تزیست که خیلی وقت خود جمهوری اسلامی در بین مبارزین خارج از کشور مطرح کرده و مطرح میکنه و دامن میزنه که بله آقا این اپوزیسیون بی ارز، پس خفه شید اپوزیسیون. من دیدم یک آقای نوشته بود که اصلا خفه شید شما. خب بله ما به عنوان مخالفین خفه میشیم. میدونی چرا شما از ما قصه گرفت ناراحتی داری؟ این هستش که امید بستی به کسانی که اصلا این کارشون نیست، توانشون نیست. ممکنه بلدم باشیم، ما توانی نداریم عزیز. توان یک حزب سیاسی، یک گروه سیاسی یا یک شخصیت سیاسی مبناش مردمن، مردمی که حمایتش کنن. شما کدوم گروه سیاسی، حزب سیاسی یا شخصیت سیاسی در خارج از کشور میشناسی که مردمی حمایتش کنن؟ میدونی یه درصد از 88 میلیون ایرانی، 1% از یک حزب یا گروه یا دسته یا شخصیت سیاسی حمایت کنن. اگر میشناسید معرفی کنید، بگید آقا این 1% حمایت میکنن. نه اینکه اگر پلوی عمه جانشون نشستن بگن آقا این آقای افتخاری خیلی پسر خوبی ها، نه، جرأت داشته باشن در جامعه اینو نمود بدن.
جرأت داشته باشن در جامعه نمود بدن که این آقا حالا یا این خانم هر کی که هست، آقا ما به ایشون اعتقاد داریم، اعتماد داریم. دیدم یه عده می‌نویسن چرا شاهزاده رضا پهلوی مثل این آقای ناورنی نمیره روسیه. خب آقای ناورنی حداقل میدونست بره روسیه خبری میشه. شما فکر میکنید شاهزاده رضا پهلوی اصلا پاشه بره به ایران؟ حالا من نمیدونم چقدر مورد اعتماد مردمه به عنوان یه چهره اپوزیسیون، گرفتن اعدامش کنم چی میشه مگه؟ دوستان فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ مثلا تو ایران انقلاب میشه؟ مگه ما نداشتیم جوانی مثل نوید افکاری، پسر قهرمان، گرفتن اعدامش کردن؟ چند ده نفر اومدن تو خیابون اعتراض کنن؟ اصلا 100,000 نفر اینا رو بلش کن. برادر من، عزیز من، مبارزه نیاز به سرمایه داره. یک شخصیت سیاسی یا یک حزب سیاسی باید سرمایه داشته باشه. سرمایهش مردمه. اگه مردم حول و حوش چهرهای سیاسی نباشن، تبدیل میشن به مخالف. مثل من مخالف جمهوری اسلامی هم. من چیکار میتونم بکنم بدون مردم؟ این مردم هم که باید وزن بهشون داد در مبارزه، نه احزاب و گروه های سیاسی که خبر ندارن در داخل چی میگذره. این تز ضد بشری که آقا بله این اپوزیسیون اصلا پنجه‌هفتی‌های بی‌شرف اینا اگه دور هم جمع بشن تمام مبارزه تمام جمهوری اسلامی باباش در میاد. جمهوری اسلامی اینطوری تا حالا مونده برای اینکه اینا خود خواهن، اینا دور هم جمع نمیشن یه کاری بکنن. نه آقا، جمهوری اسلامی میدونی چرا مونده؟ برای اینکه مردم ما هیچ کاری نمیکنن، یا اگر میکنن بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. و برای اینکه به این موضوع بپردازیم و نقش مردم رو در این مبارزه بدونیم، من امروز مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنم که امیدوارم موضوع رو از جنبه احساسی و من بمیرم تو بمیری و اینا در بیاره، یه مقدار علمیش بکنه. دوستان عزیز، مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو مردم باید آغاز کنن و مردم باید به خاتمه برسونن. این اصله. گروه های سیاسی میتونن با توجه به دانش آگاهی که دارن خط بدن، ولی به تنهاییش کار نمیتونن بکنن. این مردم هم که باید مبارزه کنن. پس اول از این توهم که بله اپوزیسیون دوباره هم جمع بشه چه آشی میشه، از این در بیاریم. به قول ما ترکا آذری ها فوکوس کنیم روی مردم، بگیم آقا مردم هم که باید مبارزه کنن. آقا بسیاری از اینا که در خارج از کشور هستن که عزیز جان درد مردم داخل رو ندارن، که ممکنه حس کنن، ممکنه مثل من فکر کنن که آقا این بدبخت بچه 14 ساله میره خودکشی میکنه، یه لحظه به فرزند خودش نگاه کنه بگه آقا عجب مکافاتی یه روزی من مثلا احساس کنم بچه‌م 14 سالش به خاطر فقر و نداری خودکشی کرد، من میخوام بمیرم، میخوام سرمو بکوبم به دیوار. اینو میتونیم حس کنیم، ولی اونا دارن عملا تحت این موضوع زندگی میکنن. بنابراین اونان که باید به فکر باشن، اونان که باید به این نتیجه برسن که آقا مرگ یه دفعه شیون یه دفعه دیگه، من تا کی میخوام هر روز بمیرم؟ آقا ممکنه به من بگید شما تو خارج نشستی بابا چیز میکنی، لاف در خارج میزنی، مردی بیا اینجا مبارزه کن. نه، ببین این مشکل تو رو حل نمیکنه که من مردم یا اونجا مبارزه میکنم یا نمیکنم. مشکل توست عزیز. من مشکلمو یه جور دیگه حل کردم. اینا که خارج از کشور هستن مشکلشون یه جور دیگه حل کردن. خوبه بده دیگه به خودشون مربوطه. شمایی که در داخل هستی و در رنج و عذابی، شما داری چیکار میکنی؟ شما میخوای چیکار بکنی؟ میخوای برای عدم مبارزه خودت 1001 دلیل بیاری؟ بیار. میخوای با این سیستم یه جوری کنار بیای؟ بیار. میخوای با امید داشته باشی که یکی میاد نجاتت میده؟ بده. همش به خودت مربوطه برادر. من نمیتونم چیزی بگم، ولی من میگم
مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو شما مردم داخل ایران آغاز و پایان خواهید داد. و سلام نامه تمام. شاهزاده میاد، نمیدونم اپوزیسیون میاد، آمریکا میاد، اسرائیل میاد، اینا نیست. الان آمریکا و اسرائیل به شدت نگران این هستن که جمهوری اسلامی اتمی بشه. احتمالش هم هست حمله نظامی هم بکنن، چهار تا جارم که نگرانن حساسه بزنن و برن. تمام. رژیم عوض نمیکنه باز شما. ممکن رژیم ضعیف بشه، باز شما بعد عوضش کنید. و اگر جهان ببینه که یه ملتی به دنبال مخالفت با نظامه و میخواد نظام بندازه، مقاومت نمیکنه. فوری میگردن ببینن کی نزدیک به خودشون میتونن پیدا کنن. این کارو میکنن. بنابراین اگر فردا هم آمد و آمریکا یا اسرائیل چهار تا موضع اتمی جمهوری اسلامی رو زد، این تصور رو نکنید که رژیم تمام داد بشینیم آقا بشینیم آره دارن نظام عوض میکنن. نه، اون تازه یه فرصت واسه شما اگه بتونی استفاده کنی. اگر نه آمریکا هیچ کار نمیکنه، بعد دوباره سازش میکنن، بعد با هم امتیاز رد و بدل میکنن و شما باز نشستی یه روز هم میبینی دیگه کرونا میگیری خدای نکرده، سرطان میگیری خدای نکرده، هزار یک چیز هست و خلاص. شما برو به این آقای میناوند و اون آقای حاجیلو به 5 سال پیش میگفتی آقا تو 5 سال دیگه میمیری، میخندید در اوج جوانی و وضع خوب و داشتن کیفشون رو میکردن. چرا؟ چون این نظام دوستان عزیز نظامیست که برای پیام‌آور مرگ برای ایرانی هست، پیام‌آور مرگ اون کشوره، اون ملته، پیام‌آور اینه. برای مشکل مشکل توه که در داخل کشوری که تو این دام افتادی. ماها خیلی همت کنیم به جای اینکه اینجا حالا یه ده از صبح شب دنبال مسائل خودشون هستن و دنبال کاسبی و دنبال خوشی و اون دوست داره بره نمیدونم اسکی کنه، اون دوست داره بره شنا کنه، همه امکانات هم هست، واقعا هست. به جای پارتی رفتن اینقدر شرف داریم که بگیم نه آقا مردم ایران هم مثل بستگان ما میمونن، دلون میخواد اونا هم راحت زندگی کنن. خود شما میتونی همه چی رو تقصیر من بندازیم، بگی تو بی عرضه اشکال نکنه، اشکال نداره که من چون کاری نمیتونم بکنم. بدون حضور شما، بدون شما مردم، من و امثال من هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. میتونیم حرف بزنیم، میتونیم همین مطالب رو برای شما بگیم. خیلی هم از این مطالب بدشون میاد، برای من فحش هم مینویسن. اما دوست عزیز که این پای این برنامه نشستی و امیدوارم این برنامه رو با دیگرانم به مشارکت بذاری، بذار ببینیم تو دنیا چجوری با این موضوع برخورد میشی. اجازه بفرمایید که من شما رو با شخصیتی آشنا کنم که به عنوان یک چهره دانشگاهی، به عنوان استاد دانشگاه هاروارد و به عنوان یکی از پیشروان بررسی مسائل اجتماعی در جهان شناخته شده و مقاله‌ای رو نوشته که بسیار در جهان دوستان مطرح هست و مبارزین مدنی این موضوع رو مورد توجه قرار دادن و بهش خیلی اهمیت میدن. من اجازه میخوام که تصویر رو عوض کنم. چهره ای که ملاحظه میفرمایید خانم دکتر اریکا چنوث هست. ایشان در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد هستند، قبلا در دانشگاه دنور کلرادو استاد دانشگاه بودن. ایشون حدود 40 سالشه. مقاله ای نوشته تحت عنوان چرا مقاومت مدنی کار میکنه و این مقاله الان مورد بحث بسیاری از جوامع هست که به این موضوع توجه میکنه. من چند لحظه از صحبت‌های ایشون رو برای شما میذارم برای آشنایی با شخصیتش، ولی توصیه میکنم که این شخص رو پیگیری کنید، خانم اریکا
چن بث. خب ببینیم ایشون چی میگه. Civil resistance can be an effective force for change in the world, even more effective than violent resistance in many contexts. Now, I must say that this is a completely new argument to me. ایشون در این ویدیو که یک لکچر هست در دانشگاه دارن راجع به این صحبت میکنن که دوستان عزیز مبارزه مدنی میتواند بسیار موفقیت آمیزتر باشد از مبارزاتی که در اون صحبت جنگ مسلحانه یا ترکیب از جنگ مسلحانه و مبارزه مدنی است. و این رو نه به عنوان یک مثلا عقیده یا اینکه ایشون خیلی خوشش میاد یا اینکه مثلا میگه آقا عشق و صفا خوب چیزیه، جنگ چیه، آدم کشی بعد، اینطوری نیست دوستان. مقاله ایشون رو من توصیه میکنم دوستان بخونن، با این چهره آشنا شدید. من یه توضیحاتی در مورد این مقاله میدم. حالا قبل از اینکه وارد موضوع بشم اضافه به شما عرض بکنم که این خانم اریکا چنورث آنچنان در جامعه آمریکا اثر، این تز ایشون مال 4 سال پیشه، 4 سال پیش این تز رو مطرح کرده، که امروز حتی در مورد مطالب ایشون در آمریکا آمدن و کتاب‌های برای بچه‌ها نوشتن که بچه‌ها رو با این موضوع آشنا بکنن که تو میتونی تغییرات اساسی در کشورت بدی با استفاده از نیروی خودت. نیروی تو بسیار بسیار مهمه و میتونی این کار رو بکنی. این بخشی از کتاب‌هایی است که ایشون به اساس صحبت‌های ایشون تهیه شده و گذاشته شده در اختیار افراد و نیروهای جوان. همچنین در این مورد خاص کلاس‌هایی تشکیل شده یا کلاس‌هایی در حال تشکیل هست و هر ماه این کلاس‌ها تجدید میشه و در اون روش‌های مبارزه مدنی از روش‌های مبارزه مدنی و دستاوردهای اون و احیانا موفقیت‌ها یا عدم موفقیت‌هایی که تا الان به وجود آمده رو به نمایش می‌ذارن، کلاس می‌ذارن، درس میدن این موضوع رو که آقا چجوری می‌توانید با استفاده از حرکات مدنی جامعه رو تغییر بدید و به سمت و سوی ببرید که جامعه مورد علاقه خودتون بشود. خب دوستان عزیز من میخوام عرض بکنم که بد نیست یه نگاهی هم به مقاله ایشون بکنیم. اون چی که من فعلا پیدا کردم مقاله ایشون در یکی از روزنامه‌ها و مجلات قدیمی انگلیسی است، قدیمی که عرض بکنم یعنی ما 4 سال پیشه، که در اون بخشی از مقاله اصلی ایشون که فکر میکنم پایان نامه دکترای ایشون هم بوده مطرح هست، همطور که ملاحظه میفرمیدید بالا نوشته امکانش هست که تنها با 3.5% از جمعیت یک کشور یک دیکتاتور را به زیر کشید، با حضور 3.5% از جمعیت. این اون بنمایه صحبت هایی است که خانم اریکا چنوث اعلام میکنه و این هست که در مقاله، خلاصه مقاله این هست که من 200 مورد از مبارزات مردم علیه نظام های حاکم و دیکتاتوری رو بررسی کردم، تنها 26% از این مبارزات که مسلحانه بوده به نتیجه رسیده و دیکتاتور افتاده، اما اشکالش این هستش که دیکتاتور دیگری جایگزینش شده، و برعکس 56% از مبارزات مردمی به نتیجه رسیده و در اکثر موارد به سمت دموکراسی رفت. ببینید دوستان دموکراسی نسبی است، دموکراسی یک استاندارد نیست. مثلا در آمریکا
نوع دموکراسیه، در اروپای شمالی هم نوع دموکراسی. استاندارد به نظر من دموکراسی در اروپای شمالی خیلی بالاتر از آمریکاست. در اروپای شمالی شما احزاب گوناگون دارید. مثلا ممکنه حزبی که پیروز میشه 20% آرا رو داشته باشه و پیروز میشه. اینکه اینقدر احزاب مختلف هست چون تنوع افکار مختلف هست. در آمریکا دو تا حزب دیگه. بقیه که بر معتن حزبی نداریم که معنی داشته باشه. بنابراین دموکراسی نسبی است. این که میگوید از طریق مبارزات مدنی به نوعی دموکراسی دسترسی پیدا کردن، معنیش این نیستش که بهش شده، نه، ولی معنیش این هستش که دیکتاتور دیگه اونجا وجود نداره. افرادی که سر کارن و جواب بدن، جوابگوی مردم باشن و این شروعه. شما در ایران ببینید یه آخوند بی سواد دوزاری نشستون بالا، هر چی هم میشه میگه من که کاری نیستم، ضمناً تو هر کاری هم دخالت میکنه، تو هر موضوعی هم غلط اضافه میکنه و جوابگوی هیچ کس هم نیست. این دیکتاتوری دیگه. خب پس خانم چنبث میگه که 26% از اون 100-200 واقعی که اتفاق افتاده و منجر به تغییر نظام شده، 26%ش با مبارزه مسلمانه پیروزی رسیده، اما 56% چنین شانس پیروز شدنش دو برابره اگر از طریق مبارزه مدنی انجام بشه. این مبارزه مدنی این نیست که من دست و پا بسته بیام تو خیابون وایسم بگم کی منو میکشی عزیز، من اومدم اعتراض کنم. اینطوری نیست. واسه همینم هم نشون دادم به شما کلاس های گوناگون هست که میگن که چجوری برخورد بکنید و در بسیاری از اینها میگن یک، خودتون رو به اصطلاح حفظ کنید و دوم در صورت حمله و برخورد، برخورد بدتر یعنی قوی‌تر باشون بکنید. این نیست که دست و پا بسته بیفتی یه گوشه. یه دی اینو مبارزات مدنی بدون خشونت رو اینطور ترجمه کردن که اگه زد تو سره تو یه شاخه گل بده بهش. نه، اینطوری نیست. در اون چیزی که ایشون به عنوان یکی از پیشروان این قضیه مطرح میکنه که نه، شما باید از خود دفاع کنید به هر شکلی که ممکنه و برای این باید حتی لازم شده گروه هایی باشن که کار محافظت از شما رو به عهده بگیرن. اما در نهایت یک شاکلیت داره و اون نیستش که خب آقا چقدر مردم باید بیان، توده های مردم باید بریزن. ایشون معتقد که نه، 3.5% از جمعیت یک کشور اگر به یک موومنت، به یک حرکت اجتماعی بپیوندن و پاش بیستن، اون حرکت پیروز خواهد شد. 3.5%. پس همینجا دیگه فراموش میکنیم که بیان بگیم آقا در شهرستان ها، در دهات مردم مذهبی هست، نمیشه با اینا چیز کرد. نه آقا جون، شما با 3.5% افراد ایرانی کار داری که می توانن حرف شما رو بفهمن. 3.5%. بنابراین اگر پیدا کردین 3.5%، یعنی تارگت یا هدفت رو مشخص کردی که آقا من کاری با اون آدم مذهبی که میگه من باید برم مشهد ندارم، من باید برم نمیدونم گاومو بفروشم برم زیارت امام حسین ندارم، شما با اون هرگز به هیچ جا نمیرسی. اما در جامعه ایران 3.5% که هیچی، من مطمئنم بالای 10% انسانهای شریف و آگاهی هستن که گوش میدن و این مطالب رو میشنون اما برای بیرون آمدن تردید دارن و این شمایید که با وقتی باشون صحبت میکنید بهشون این آگاهی رو بدی که عزیز نیازی به نمیدونم این شهرستان فلان مذهبی نداری. 3.5% جمعیت ایران دوستان چقدر میشه؟ اگر بگیم 90 میلیون که البته نیست، 3.5% میشه 4 میلیون نفر. در سراسر ایران اگر 4 میلیون نفر حول محور براندازی نظام اعتراض کنن و خودشونو بتوانن جا
جوری عمل کنن که از خودشون دفاع بکنن و این آموزش ها رو بلد شده باشن که الان تو اینترنت فراوونه خوشبختانه، دوستان این نظام رو میشه برانداخت، میشه اعتصابات اعتراضات رو دامن زد 3.5%. پس دوستانی هم که مرتب دستور میدن به ماها که در خارج از کشور دور هم جمع شوید فلان شوید بسان شوید، نه عزیز، بهتر این نیرو و انرژیت رو متمرکز کنی در داخل برای مردم جا بندازی که آقا این نظام هیچ تفاوتی با سایر دیکتاتورایی که با لغت انداختنشون تو زبالدان تاریخ نداره، هیچ فرقی نداره، اونا هم میکشتن بدتر هم میکشتن. شما یه ذره زمان پینوشه رو بخون تا ببینی که تازه آخوندها در مقابل اون مثل بچه بودن. همه دیکتاتورها روش های دیکتاتوری رو از هم یاد گرفتن، میدونن چیکار کنن، شکنجه کنن، سرکوب کنن، ولی تا وقتی که متوجه میشن که 3.5% نیاده تو خیابون. اگر 3.5% ملت در سراسر ایران یا حتی در تهران فرقی نمیکنه، 3.5% ملت در خیابان ها بیان اعتراض کنن و این رو تداوم ببخشن و در صورت حمله از خودشون دفاع کنن، کار این نظام تمومه دوستان، باور بفرمایید. مشکل اون 3.5% که تا حالا به وجود نیامده. پس بیایم از امروز این بحث 3.5% رو در جامعه مطرح کنیم، برای اینکه یواش یواش میدونید در داخل اونی که خودشو احساس تنها احساس میکنه متوجه میشه که آره 96.5% از 100 96.5 نفر از 100 نفر به زندگی خودشو همینجور داره میگذرونه، ولی 2-3 نفری هم هستن که اینطوری نیستن و مثل من فکر میکنن و از اینجا اون انرژی حاصل میشه به وجود میاد و اینا سعی میکنن همدیگر رو پیدا کنن، متوجه میشن که نباید منتظر این و اون باشن. با 3.5% میشه این نظام رو برانداخت. نیروی 3.5% از ملت ایران کافیست و ما هم در خارج از کشور متوجه میشیم که آقا اگرم افشاگری میکنی فلان میکنی و میبینی نتیجه نداره، برای اینکه فرستنده تو روی گروه غلطی منتقل کردی. دوستان شما دیدید دیگه، طرف ویدیو میذاره طرز سیخ کردن کباب کوبیده 1,100,000 نفر میبینن، یکی هم برنامه سیاسی میذاره که یه ذره سنگین باشه 2,000-3,000 نفر نگاه میکنن. همین هم داره به شما اونو میگه، میگه 2-3% هستن در جامعه که به این موضوع به صورت جدی فکر میکنن و حاضرن پاش بیان. شما من الان ویدیوهای من معمولا خوشبختانه به حدود 4-5-6,000 نفر زده، جز یه مورد استثنایی که تا 30,000 نفر رفت که اونم مسئله مالی و شخصی بود در داخل داشتم نگاه میکردم برای که توش بحث پول بود و اینکه چجوری به زندگی مخوب بشه، اما مسائل سیاسی که من صحبت میکنم همینه دیگه، 4-5,000 نفر نگاه میکنن. خب همین برای من مهمه که شما به جای که بری بشینی نمیدونم ویدیوی فیلم تماشا کنی، ویدیوی نمیدونم زمان شاه رو نگاه کنی، چیزی که دوست داری وقت میذاری، یک ساعت میشینی پای این برنامه، بعضی هم زحمت میکشن یه خط هم مینویسن، خب این اهمیت داره برای من، این نشون میده که این تز 3.5% تو ایران ما هم کار میکنه و اگر ما به جای اینکه تمام انرژیمون رو بذاریم که بالاخره این آقای شاهزاده کی قراره بیاد یه حرکتی بکنه، در همه ما ثابت رو یه حرکتی نمیکنه، از این ببریم و به این نتیجه برسیم که آقا این مبارزه باید توسط مردم داخل کشور انجام بشه، من خواهش کشورم باید کمکش کنه، اما این در داخل مبارزه در داخله و توسط اونا باید انجام بشه و اونا هم 3.5% کافیه. حالا چیکار بکنیم 3.5% رو با هم جمع بکنیم؟
آموزش بدیم چجوری همدیگر رو پیدا کنن، آموزش بدیم چجوری از خودتون دفاع کنید، آموزش بدیم که روزی که میرید تو خیابون با چه اهدافی برید، آموزش بدیم که این بیشرف ها اگر آمدن و این اقدامات رو کردن شما چیکار بکنید. این اون بخش مهمی است که ما باید بکنیم، به جای اینکه هی خودمون رو محور جهان یا ایران تصور کنیم که بله دیگه الان من با آقای دکتر فلا و خانم دکتر بسار و پروفسور بسار و آقای فلان متحد میشیم. نگران نباشید ملت، از این بچه بازی و درقک بازی بیم بیرون، متوجه میشیم که آقا مبارزه در داخل ایرانه و حریف مردم ایران هست. حریف این نظام و هر نظام دیکتاتوری دیگر مردم ایران هست. سرمایه گذاری رو مردم ایران بکنیم و نه اونم روی 89-90 میلیون، روی 3.5% و 4 میلیون. 4 میلیونی که حرف شما رو میفهمن، 4 میلیونی که منطقی فکر میکنن، به امید امام زمان دیگه نمیخواد بشینه، اگرم تا الان به هر دلیلی نخواسته مبارزه بکنه، الان دیگه متوجه میشه که آقا دیگه آمریکا هم خلاص، اسرائیل هم خلاص، نمیدونم اپوزیسیون هم خلاص، خودم خودم حالا چیکار میخوام بکنم، چه فکری میخوام بکنم، چه جوری میخوام این مبارزه رو پیش ببرم، یا که نه تصمیم دیگه برادر، اصلا 3.5% ما هم تصمیم دیگه که آفه بشیم نمیارزه بخواد تاموش. این دیگه تصمیم یک ملته. مگه ملت یوگسلاوی ننشست تماشا کرد دید چه اتفاقی میفته؟ الان خیلیشون پشیمونن، ولی خب یوگسلاوی همین اتفاقا افتاد، مردم زیاد چیز نگه افتادن به مسائل خودشون، نمیدونم سربیه افتاد به جون مسلمونه، به جای اینکه به فکر این باشن که یک کشوری رو حفظ کنن و نذارن بپاشه، افتادن به جون هم اونام اومدن کشور رو کردن، 5 تا کشور از توش در رو بردن، اصلا شما دیگه اسمی از این بدبخت ها نمیشنید. در حالی که یک نمیدونم تاریخ چند هزار سالش نمیدونم، ولی اقلا چند صد ساله این کشور بود، هرزگوینی هاش هم توش بودن، مسلمان های هرزگوین هم بودن، سرب های مسیحی هم بودن، کنار هم داشتن زندگی میکردن. وقتی که این مسئله دامن زده شد، یک افتضاحی از توش پیش اومد، همه گفتن آقا اینا جداشن بهتر. تصمیم دیگه، تصمیم یه ملته. یه ملتی هم مثل ملت آمریکا آمد 50 تا ایالت شدن با هم متحد شدن، 50 تا کشور هم دیگه، هر ایالت از خودش یه کشوره، 50 تا کشور شدن هم بودن، در کنار هم قرار گرفتن و دارن زندگی میکنن، دنیا رو هم دارن اداره میکنن. تصمیم دوستان، تصمیم بگیریم چیکار میخوام بکنیم. شما دوست 3.5% من بر اساس تز این خانم دکتر تعیین کننده ای، میتوانی هر دیتاتوری رو بیاندازی به شرطی که بخوای و راه بیفتی دنبالش، اما اگر گفتی نه به من چه، تمومه، از کس دیگه کاری بر نمیاد، از شما 3.5% یا برمیاد. یا تصمیم میگیرید، میگید آقا این زندگی لایق زندگی کردن نیست، من حاضر نیستم زیر اسارت یک عده آخوند بی سواد عقب مانده و پاسدار دزد کلاش چاقوکش زندگی کنم، یا این که میگه آقا هر خری اون بالا نشست ما یه لقمه نون بخوریم زندگی میکنیم. تصمیم با شماست. ما فکر میکنیم که این نظام لایق ملت ایران و کشور ایران نیست. ما فکر میکنیم ملت ایران میتواند ملت پیشروی در جهان باشه. من خودم اینجا دیدم دیگه در آمریکا، ایرانیایی که رفتن در یه سیستم درستی قرار گرفتن موفق میشن، عالی. سیستم کمکشون میکنه، اینا هم خودشون با سیستم تطبیق میدن، متوجه میشن، پیش میرن، عالی هم پیش. من فکر میکنم ما ایرانی ها لیاقتمون خیلی بیشتر از این حرف هست و میتوانیم، ولی مثل همه دنیا 3.5% تو آمریکا هم دوستان 3.5%
مردم آمریکا دارن 350 میلیون رو اداره میکنن. فکر نکنه همه اینا دانشمند، به خدا بسیار از این آمریکایی‌ها ماشاءالله خنگه. میری بانک با باجدار اون کشیر صحبت میکنی، یه چیزی رو یه ذره غیر از اونی باشه که یاد گرفته اصلا دیوونه میشه. نه اما میبری پیش رئیسش میگه از اون خنگتر. اگه یه سیستم باشته میگه اینجوری برو جلو، این غیر از اون هیچی نمیفهمه. واسه همین گاهی ما به اشتباه میگیم بابا اینا چجوری دنیا رو اداره میکنه، این که یه کار ساده رو نمیتونه بکنه. شما میری یه غذا سفارش میدی میبینی با سه جور اشتباه برداشت آوردن. اینا نیستن که اون کاری داره میکنن، اون 3.5% اون 3.5% که کل آمریکا رو دارن به خوبی اداره میکنن چون فکر میکنن. اشکال این هستش که در سیستم ایران نمیذارن اون 3.5% بیاد بالا. اون 96.5% که عادیان اونا کشور رو در اختیار گرفتن، یه ابلهای مثل جنتی و منتی و اینا کشور شما رو در اختیار گرفتن، شما 3.5% رو دارن لهتون میکنن. موقعش پس بگیرید کشورتون، شما 3.5% هم باید بگیرید. اون 96.5% الباقی تابعن، در طی تاریخ حداقل 200 سال گذشته نشون داده شده که یه اقلیت کوچکی همون 3.5% سرکار خانم چمبورت هست، این تونسته کشور رو بگیره. تمام دنیا اینطور بوده، در ایران هم اینطوره. امروز اون 3.5% رفته یه گوشه نشسته تماشا میکنه، هر موقع جرأت کرد آمد و گفت کشور باید در اختیار ماها باشه و ماهاییم که کشور رو به خوبی میتونیم اداره بکنیم، تغییر اتفاق میفته. تا وقتی هم که نشسته اون گوشه بهانه میاره، عذر میاره، هر چی، یه به خودش برد. من خودم رو یکی از اون 3.5% میدونم، واسه همین در خارج از کشورم دلکن معامله نیستم، تلاش خودم میکنم. شما اگر توان فرار از اون کشور رو نداشتی و تو ایران گیر کردی، باید به فکر بیفتی. بعضی از این 3.5% ها متاسفانه میرن خودشون رو میفروشن به نظام، بعضی هم کارو میکنن. همه نظام مذهبی نیستن، خیلی از اینا علکی خودشون رو مذهبی کشن. بابایی که برداشت و در رفت مال بانک ملی، اسمش یادم رفت، چون فکر کنم مذهبی بود، عدد فارو در می آورد، خودش رو فروخت به این نظام، یه پولی برداشت در. کم نیستن از اینا. ولی شمایی که نمیتونی خارج از کشور فرار کنی یا جایی نمیتونی بری و نمیخوای با این نظام ساخت و پاس کنی، تصمیمت این باید روشن بشه. میخوای همین وضع شطور سواری دلار رو ادامه بدی یا میخوای تغییر ایجاد کنی؟ اگه میخوای تغییر ایجاد کنی، من به شما میگم موفقیت باشه، ولی باید بخوای، باید راه بیفتی. این که بشینی تو خونه یه چیزی بشه، هیچی نمیشه، هیچی به نفع شما نمیشه، به نفع آخوندا ممکنه بشه، به نفع یه گروه دیگه ممکنه، ولی برای شما هیچ اتفاقی نمیفته، شما همینی. خب دوستان عزیز، من به پایان عرایض امروزم رسیدم. این بحث رو ادامه خواهیم داد و چه بسا من مهمانانی هم دعوت کنم که در این مورد صحبت کنیم، اما شرطش اینه که من ببینم شما دوستانی که در خارج از کشورم به عنوان 3.5% ها مطرح هستید، در همین خارج از کشورم خوب نگاه کنید این مسئله 3.5% کار میکنه. 96.5% دنبال کار و کاسبی و بزن و بکوب و پارتی و کجا شوه و کجا کنسرته و فلان هست، یه 3.5% هم هست بس شماها که میشینین برنامه رو نگاه میکنه، این ایران، این داخل ایران. همت شماست که مملکت رو عوض میکنه، همت شماست که میتونه راه و مسیر رو به مردم داخل هم نشون بده، شما که الان در خارج از کشور هستید. لذا وقتی این برنامه رو میبینید ساکت نشینید، یه اقدامی بکنید. اقدامی که باید بکنید این هستش که یک نظر بدید و دو این ویدیو رو با دیگران به مشارکت بذارید. نذاشتی یعنی اینکه آقا به من چه، بذارید این تز آقا خارج از کشور نمیدونم دولت تشکیل بدید، اینا بیاد بیرون. مبارزه در داخل توسط مردم 3.5%ه، اونان که باید چیز بشن. اونا اگر شروع بکنن، خب ما هم اینجا قوه میگیریم، قول قدیمی ها نیرو میگیریم،
ما هم من به جای اینکه هفته یه برنامه بذارم هر روز برنامه میذارم، برنامه آموزشی پیدا میکنم در رابطه با مبارزه مدنی در داخل کشور، ترجمه میکنم میذارم در اختیار مردم، اگرچه الانم کم نیست در این مورد. خیلی از افراد شریف خارج از کشور این کارو کردن، تلاش میکنن مسئله مبارزه مدنی و روش‌های مبارزه مدنی رو توأم با حفظ امنیت خودشون پیش ببرن. بازم عرض میکنم مبارزه مدنی باید همراه با مبارزه نظامی باشه اگه نظام بهتون حمله بکنه. حفظ جانتون از همه چیز مهمتره و اگر قرار شد بهش تعرض بشه شما باید به شدیدترین وجه ازش دفاع کنید. در بیایم از این داستان که مبارزه مدنی یعنی گل بدی به طرف وقتی با باتون کوبیتون مخواد. نه، اگر با باتون کوبید شما با تیراهن تو مغزش باید بکوبید که دیگه از این غلط ها نکن، که این مزدورای نظام متوجه بشن که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. تمام شد، بزنی میخوری، حالا دیگه بهش فکر کن، ببین اون پولی که بهت میدن میارزه به جونت، بیا بسن. این روشش دوستان عزیز. پس خواهشم این است این برنامه رو با دیگران به مشارکت بگذارید، نظرتون رو با من مطرح بفرمایید. بسیار ممنون میشم و تا برنامه آینده به همه شما عزیزان بدرود عرض میکنم. بدرود دوستان.